خبری از پاکستان. در درگیری های فرقه‌ای و حملات علیه شیعیان در منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 19 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور گزارش داده اند که درگیری هنگامی در 23 اکتبر آغاز شد که مردان مسلح ناشناس به کارگران شیعه حمله کردند و دو تن را به شهادت رساندند. رسانه ها به نقل از ساکنان محلی گزارش کردند که در 6 منطقه خشونت های فرقه‌ای رخ داده و در این درگیری از اسلحه سبک و سنگین استفاده شده است. آنها همچنان گفتند شمار کشته شده ها به 30 تن و شمار زخمی ها به 50 تن رسیده است. اما مقام های پاکستانی کشته شدن 19 تن را تایید کردند. گفته شده معاون پلیس منطقه کرم به روزنامه پاکستانی دان گفته که اعضای مجلس نمایندگان از مناطق اورکزی و هنگو تلاش ها را برای برقراری آتش بس آغاز کردند. گفتنیست خشونت ها و کشتار هدفمند علیه شیعیان این کشور که حدود 20% جمعیت کل پاکستان را تشکیل می دهند اخیرا افزایش یافته است. در اردیبهشت امسال 5 معلم شیعه در منطقه کرم از سوی تندروان سنی به شهادت رسیده و به دنبال آن 4 جوان شیعه در شهر کراچی مورد حمله قرار گرفتند. ایالت بلوچستان و شهر کویت این کشور هم طی چند سال اخیر شاهد چندین مورد کشتار هدفمند شیعیان بوده است. مظاهر رئیس‌زاده کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و صلوات بر محمد و آل محمد، با تقدیم سلام و وقت بخیر خدمت شما و بیننده های خوب شما. زنده باشید. مهمترین عوامل و دلایل افزایش فشار و خشونت علیه شیعیان در پاکستان در این اواخر چیه؟ بفرمایید. ببینید، ما عامل کشتار شیعیان در پاکستان را محدود در روزها و ماها یا سالهای اخیر نمیدانم. این حملات و کشتار متاسفانه هر از گاهی رخ میده و به طور خلاصه اگر بیان بکنم، کشتار شیعیان در پاکستان نتیجه گسترش تروریسم فرقه‌ای در پاکستان است که از سال 1989 به صورت سازمان یافته توسط گروه های بنیادگرای افراطی نظیر سپاه نمیفهم صحابه، لشکر جنگوی، جیش محمد و لشکر طیبه و گروه تحریک طالبای پاکستان و سایر گروه های ضد شیعی اینا رخ میده. خب عوامل و دلیلش این است که حمایت های آمریکا و غرب در کنار عوامل منطقه‌ای مانند عربستان و نیز سیاست های انفعالی دولت پاکستان باعث وقوع خشونت ها میشه و شده، و از این خاطر ماهیت کشتار شیعه در افغانستان ماهیت سیاسی است و همچنان در قالب گروه های تروریستی فرقه‌ای. خب هدف نهایی ترسیم شده از کشتار شیعه در پاکستان ایجاد تقابل میان اهل سنت، البته با محوریت پاکستان با محوریت عربستان است، و از طرف دیگر با شیعیان با محوریت جمهوری اسلامی ایران که خودش در قبالش ایجاد میکنه که آمریکا در منطقه از این طریق یک هرج و مرج سازنده خود را عملیاتی بکنه. خب از جانب دیگر پاکستان هم به دلیل برخی زمینه های آمادگی نفوذپذیری وهابیت سعودی را داره. خب این نفوذ میتونه که برای محدودسازی سیاست ایران رقیب شود و اختلال در روابط ایران و پاکستان ایجاد کنه. خب عربستان هم نیست با اشتراکات مذهبی و فقر سیاسی و فرهنگی در پاکستان در کنار قدرت مالی و که داره مراکز آموزشی و تبلیغی را در اختیار پاکستان میگذاره که یکش بیانگر سخت قدرت عربستان است. خب که یعنی باعث میشه زمینه ساز پیدایش و گسترش سلفگیری وهابی در پاکستان شود. از جانب دیگر خب این وهابیت با ضدیت و تعارضی که با مذهب شیعه داره، سلفگیری وهابی خب برای مقابله با شیعه در پاکستان خودش یک نوع چالشی را در پاکستان ایجاد میکنه که هم در رابطه پاکستان و ایران نقش مهم داره.
بله، چرا حکومت پاکستان تاکنون نتوانسته جلوی افزایش این گونه حملات و خشونت ها را بگیرد و آیا تعمدی در کار بوده؟ بله، ما واضح عرض میکنم که دولت پاکستان، نهادهای اجرایی دولت و همچنین نهادهای قضایی کشور در طول اینمی حملات یک رغبتی برای جلوگیری از کشتار شیعیان نشان نداده که خودش تعمدی در کار پاکستان است. خود در این مورد هم دو عامل قوی را من وجود داره که باید عرض بکنم. یک عامل داخلی، عامل داخلی با ترویج مدارس مذهبی و بنیادگرایی سنی و همچنان وهابیت از عوامل داخلی شیعه ستیزی در پاکستان است که خود دولت پاکستان در این مورد هیچ ممانعتی را ایجاد نکرد. خب مدارس مذهبی افراطی مانند بندوی که خودش اینا نقش مهم دارد بر تربیت اذهان جامعه پاکستان که هر از گاه اینا تربیت میکنن و مردم شیعه را در پاکستان کافر میخوانن. خب عامل منطقه‌ای و بین المللی هم داره که آمریکا و عربستان با تبانی دولت خود پاکستان در پی حمایت گروه های تروریستی فرقی در پاکستان است. به عنوان یک مثال ما ایره باید بگویم که انفجار که در سال 2013 رخ داده بود که 105 نفر از شیعیان در اونجا کشته شده بود و صدها نفر هم مجروح شده بودن، اینا محصول حمایت های آمریکا از گروه افراطی جنگی بود که اینا ایره علنا اعلان کرده بودن. خب که میخواین دولت پاکستان اینا سنی سازی بکنه. بله، تداوم حملات و فشار علیه شیعیان در پاکستان چه پیامدهایی در سطح داخلی و منطقه‌ای خواهد داشت؟ ببینید، باز هم یک مثال واضحش در منطقه وجود دارد، مثل گروه تحریک طالبان پاکستان و گروه طالبان در افغانستان. در صورتی که گروه های افراطی و تروریستی یا فرقه های تروریستی اینا چی از نوع مذهب سنی باشد یا چی از نوع وهابیت باشد، در صورتی که اینا برگی بر این درد دست داشته باشد، مثل ظهور 25 سال پیش طالبا که تقریبا بگویم جنوب آسیا را ناهم ساخت، اینا هم روزی منطقه را و جامعه جهانی را و کشورهای زیاد را اینا هم ناهم می‌سازد. و از جانب دیگر رشد افرادگرایی مذهبی و فرقه‌ای یک تهدید بزرگی هست که متاسفانه ای هم منطقه را ناهم می‌سازد. بله، با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده که از آنکارا با ما همراه بودند.